امیر عباس فخرآور دانشجوی 27 ساله محکوم به 8 سال زندان سیاسی از طرف دادگاه انقلاب به زحمت با دنیای بیرون مرزها ارتباط برقرار کردیم و اسب بالدار اینترنت ما را با افکار و دیدگاه‌های دیگر اعضای خانواده بزرگ انسانیمان فرزندان آدم و حوا آشناتر کرد. آرام آرام فهمیدیم که همه مردم دنیا کافر نیستند و همه آنها که در بیرون مرزهای ایران زندگی می کنند برای دشمنی با ما شبانه روز نقشه نمی کشند و این خلاف چیزی بود که در تمام سالهای مدرسه تا دانشگاه به ما می آموختند. پس تمام شجاعتمان را جمع کردیم و با تکیه بر منطق و عقل و به لطف اهورای یکتای پاک عاشقانه عصیان را برگزیدیم و صدای عصیان ما در 18 تیر ماه 1378 به گوش دنیا رسید. من بدن پاره پاره دوستان همکلاسیم را بخیه می کردم و احمد پیراهن خونی دیگریار دبستانی ما را بالا برد تا دنیا بداند که ایران هنوز زنده است. مردم ایران پس از اینکه خیلی زود فهمیدند در بهمن ماه 1357 به نام ترقی و تکامل و انقلاب مقدس دچار چه مصیبتی شده اند، راه‌های فراوانی را برای رهایی از چنگ اهریمن پیش آمده در لباس مذهب تجربه کردند و همه آنها با قساوت و سنگدلی تمام توسط مدعیان اصولگرایی سرکوب شدند. کمی دورتر بعد از توضیح جریاناتی اینکه چگونه مسائل سیاسی در مملکت پیش رفت اشاره می شود به این نکات. گروهی کوچک اندیشه های کوتاه بینانه و زشت خود را به ما تحمیل کردند و تمام تلاش های مردم برای رهایی از اسارت بی نتیجه مانده بود. مردم دیگر در انتخابات ها شرکت نمی کردند. امید به زندگی به شدت کاهش یافته بود. همه به نان شب محتاج شده بودند و ما در سرزمین ثروتمند ایران با قحطی و فقر دست و پنجه نرم می کردیم و این همه حاصل نادانی های حاکمان مذهبی ایران بود و البته پدران ما هم که احساساتشان به بازی گرفته شد و شکل دهنده انقلاب شدند بی تقصیر نبودند. شرکت نکردن مردم در انتخابات تأثیری بر حاکمان مذهبی نداشت. حاکمان ما پس از انقلاب با حیای سیاسی آشنا نبودند و به واقع احترامی برای رأی مردم قائل نبوده و نیستند. اگر ذره‌ای حیای سیاسی داشتند می‌فهمیدند مفهوم عدم شرکت مردم در انتخابات تا قبل از دوم خرداد 1376 چه بوده است. با حربه‌های مختلف در تمام این سال‌ها آرای مردم را می‌ربودند، اینکه اگر رأی ندهید فرزندانتان را در مدرسه و دانشگاه نمی‌پذیرند، کوپن‌های مواد غذایی به شما نمی‌دهند، از محل کار اخراج می‌شوید و چیزهایی مثل این. در دوم خرداد 1376 مردم هوشمند ایران که به واسطه حماقت‌ها و نادانی‌های گروه حاکمان جاهل در دنیا تنها مانده بودند به خرد همگانی خود رجوع کردند و با حضوری گسترده پای صندوق‌های رأی شکل مبارزشان را تغییر دادند و کاری کردند تا گروه حاکمان مذهبی به جان هم بیفتند تا قدری قدرتشان تحلیل رود و شاید مردم دنیا هم بتوانند صدای مردم ایران را از ته چاه مصیبت‌ها بشنوند. خاتمی روی کار آمد و در آغاز از تغییرات بزرگ حرف زد. صدای مردم ما در دنیا تا حدودی پیچید، ولی خیلی زود خاتمی و تیم اصلاح طلب وی نقاب انداختند و چهره واقعی خود را نشان دادند. ما در هر دو انتخاب به خاتمی رأی دادیم و نسل ما به او رأی داد، چرا که ما تغییر را با کمترین خونریزی می‌خواستیم. با اصطلاحات همراه شدیم تا نگویند که بهانه‌جو هستیم و فرصت دوباره ندادیم و نسل ما این چنین کرد.
ببینیم الان طرز تفکر چی هست در ما در این جوانان مملکت. ما میخواهیم به آغوش خانواده بشری بازگردیم، میخواهیم با تمام مردم دنیا شادی کنیم و با آنها در غمها شریک باشیم. میخواهیم اعتقاد خود را به تمام پیمانهای جهانی فریاد کنیم. میخواهیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، صلح جهانی، عدم تجاوز، حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و تمام پیمانهای نیک که خانواده بشری پذیرفته احترام بگذاریم، ریشه خودکامگی و استبداد را بخشکانیم و آرای مردم را به واقع حاکم کنیم، حقوق نادیده گرفته شده خواهرانمان را به آنها بازگردانیم و به تمام معنا تساوی زن و مرد را برقرار کنیم. در مبارزه من خشونت هیچ جایی ندارد، چه در کلام و چه در عمل کرد. و هدف من در مبارزه نشان دادن چهره بی‌نقاب نظام جمهوری اسلامی در دنیاست و اینکه مردم تا چه اندازه به این نظام اعتقاد دارند و ایمان داریم که با لطف اهورای یکتای پاک و همراهی افکار عمومی دنیا می توانیم اهریمن استبداد مذهبی را به زانو درآوریم. در پایان این نامه میگویند ما همه شکنجه ها را به جان خریده ایم. دوستانمان در برابر چشممان اعدام شدند، از ساختمان های دانشگاه به پایین پرت شدند، به طرفشان شلیک شده است و ماها و سالها در سلول های انفرادی حاکمیت شکنجه شدند و همه اینها را با جان و دل پذیرفته ایم تا مردم خسته ایران کمترین هزینه را پرداخت کنند و هیچ توقعی از ایرانیان نداریم جز این که بدانند که به هیچ وجه حق ندارند ناامید شوند و از ایرانیان انتظار داریم با ما همراه باشند تا با تحریم همه نوع انتخابات قبل از رفراندوم نوع نظام به افکار عمومی دنیا با دنیای بیرون مرزها ارتباط برقرار کردیم و اسب بالدار اینترنت ما را با افکار و دیدگاه های دیگر اعضای خانواده بزرگ انسانیمان فرزندان آدم و حوا آشناتر کرد. آرام آرام فهمیدیم که همه مردم دنیا کافر نیستند و همه آنها که در بیرون مرزهای ایران زندگی می کنند برای دشمنی با ما شبانه روز نقشه نمی کشند و این خلاف چیزی بود که در تمام سالهای مدرسه تا دانشگاه به ما می آموختند. پس تمام شجاعتمان را جمع کردیم و با تکیه بر منطق و عقل و به لطف اهورای یکتای پاک عاشقانه عصیان را برگزیدیم و صدای عصیان ما در 18 تیر ماه 1378 به گوش دنیا رسید. من بدن پاره پاره دوستان همکلاسیم را بخیه می کردم و احمد پیراهن خونی دیگریار دبستانی ما را بالا برد تا دنیا بداند که ایران هنوز زنده است. مردم ایران پس از اینکه خیلی زود فهمیدند در بهمن ماه 1357 به نام ترقی و تکامل و انقلاب مقدس دچار چه مصیبتی شده اند، راه های فراوانی را برای رهایی از چنگ اهریمن پیش آمده در لباس مذهب تجربه کردند و همه آنها با قساوت و سنگدلی تمام توسط مدعیان اصولگرایی سرکوب شدند. کمی دورتر بعد از توضیح جریاناتی که چگونه مسائل سیاسی در مملکت پیش رفت اشاره می شود به این نکات. گروهی کوچک اندیشه های کوتاه بینانه و زشت خود را به ما تحمیل کردند و تمام تلاش های مردم برای رهایی از اسارت بی نتیجه مانده بود. مردم دیگر در انتخابات ها شرکت نمی کردند، امید به زندگی به شدت کاهش یافته بود، همه به نان شب محتاج شده بودند و ما در سرزمین ثروتمند ایران با
قحطی و فقر دست و پنجه نرم می کردیم و این همه حاصل نادانی های حاکمان مذهبی ایران بود و البته پدران ما هم که احساساتشان به بازی گرفته شد و شکل دهنده انقلاب شدند بی تقصیر نبودند. شرکت نکردن مردم در انتخابات تأثیری بر حاکمان مذهبی نداشت. حاکمان ما پس از انقلاب با حیای سیاسی آشنا نبودند و به واقع احترامی برای رأی مردم قائل نبوده و نیستند. اگر ذره‌ای حیای سیاسی داشتند می‌فهمیدند مفهوم عدم شرکت مردم در انتخابات تا قبل از دوم خرداد 1376 چه بوده است. با حربه‌های مختلف در تمام این سال‌ها آرای مردم را می‌ربودند، اینکه اگر رأی ندهید فرزندانتان را در مدرسه و دانشگاه نمی‌پذیرند، کوپن‌های مواد غذایی به شما نمی‌دهند، از محل کار اخراج می‌شوید و چیزهایی مثل این. در دوم خرداد 1376 مردم هوشمند ایران که به واسطه حماقت‌ها و نادانی‌های گروه حاکمان جاهل در دنیا تنها مانده بودند به خرد همگانی خود رجوع کردند و با حضوری گسترده پای صندوق‌های رأی شکل مبارزشان را تغییر دادند و کاری کردند تا گروه حاکمان مذهبی به جان هم بیفتند تا قدری قدرتشان تحلیل رود و شاید مردم دنیا هم بتوانند صدای مردم ایران را از ته چاه مصیبت‌ها بشنوند. خاتمی روی کار آمد و در آغاز از تغییرات بزرگ حرف زد. صدای مردم ما در دنیا تا حدودی پیچید، ولی خیلی زود خاتمی و تیم اصلاح طلب وی نقاب انداختند و چهره واقعی خود را نشان دادند. ما در هر دو انتخاب به خاتمی رأی دادیم و نسل ما به او رأی داد، چرا که ما تغییر را با کمترین خونریزی می‌خواستیم. با اصطلاحات همراه شدیم تا نگویند که بهانه‌جو هستیم و فرصت دوباره ندادیم و نسل ما این چنین کرد. ببینیم الان طرز تفکر چی هست در این جوانان مملکت. ما می‌خواهیم به آغوش خانواده بشری بازگردیم. می‌خواهیم با تمام مردم دنیا شادی کنیم و با آنها در غم‌ها شریک باشیم. می‌خواهیم اعتقاد خود را به تمام پیمان‌های جهانی فریاد کنیم. می‌خواهیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، صلح جهانی، عدم تجاوز، حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و تمام پیمان‌های نیک که خانواده بشری پذیرفته احترام بگذاریم، ریشه خودکامگی و استبداد را بخشکانیم و آرای مردم را به واقع حاکم کنیم، حقوق نادیده گرفته شده خواهرانمان را به آنها بازگردانیم و به تمام معنا تساوی زن و مرد را برقرار کنیم. در مبارزه من خشونت هیچ جایی ندارد، چه در کلام و چه در عمل کرد. و هدفمان در مبارزه نشان دادن چهره بی نقاب نظام جمهوری اسلامی در دنیاست و اینکه مردم تا چه اندازه به این نظام اعتقاد دارند و ایمان داریم که با لطف اهورای یکتای پاک و همراهی افکار عمومی دنیا می توانیم اهریمن استبداد مذهبی را به زانو درآوریم. در پایان این نامه میگویند ما همه شکنجه ها را به جان خریده ایم. دوستانمان در برابر چشممان اعدام شدند، از ساختمان های دانشگاه به پایین پرت شدند، به طرفشان شلیک شده است و ماها و سالها در سلول های انفرادی حاکمیت شکنجه شدند و همه اینها را با جان و دل پذیرفته ایم تا مردم خسته ایران کمترین هزینه را پرداخت کنند و هیچ توقعی از ایرانیان نداریم جز این که بدانند که به هیچ وجه حق ندارند ناامید شوند.
و از ایرانیان انتظار داریم با ما همراه باشند تا با تحریم همه نوع انتخابات قبل از رفراندوم نوع نظام به افکار عمومی دنیا ثابت کنیم میزان مشروعیت نظام چقدر پایین است و از جهانیان هم انتظار داریم از خواسته ما برای برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کنند. پس به پاس خونهایی که جوانان پاک وطن هدیه کردند و دردی که مبارزان راه آزادی می کشند ایمان بیاوریم که پیروزیم و امیدوار به این که ایران هرگز نمی میرد. امضا کنندگان: امیر عباس فخرآور، دانشجو 27 ساله محکوم به 8 سال زندان سیاسی از طرف دادگاه انقلاب، و ایمان سمیزاده. واقعا در گذشت نزدیک به یک ربع قرن چه مهمتر از این میتونه باشه که هر ایرانی وطن پرست، هر ایرانی آزادی خواه، هر ایرانی معتقد به اصل آزادی و حاکمیت مردم، ندای چنین جوانان دلیر از خود گذشته و وطن پرستی رو مسکوت بگذارن. همینطور که میدانید تنها هم و وظیفه من در این سالها این بوده که به هر شکلی ممکن هست به عنوان یک ایرانی، به عنوان یکی از شهروندان و مملکت، وظیفه و دین خودم رو به مملکت ادا کرده باشم و در خدمت و در حمایت از خواسته این انسانهای دلیر، این ایرانیانی که به حق مستحق آینده بسیار بهتر از چیزی که امروز باش مواجه هستن، به اون جهت پیش بریم. فلسفه مبارزتی من همطور که میدانی بر اساس مبارزه به دور از خشونت بوده. تأکید من همیشه بر اساس اتحاد بوده. بعضیا پرسیدن از من، شما میگویید اتحاد، اتحاد برای چی؟ برای همه پرسی، برای حق تعیین سرنوشت به درس خود مردم ایران. و هیچ شعاری برای من مهمتر از اساس حاکمیت مردمی نبوده و نیست و همیشه تأکید کردم که درست است هممیهنان ما دارای اندیشه‌های مختلف هستند، دارای ایدئولوژی‌های مختلف هستند، خواستار شکل نظام خاصی هستند، اما در اصل همگی بر اساس یک نظام مردمی، اساس مردم سالاری، اساس آزادی به مفهوم اخص کلمه در قالب یک دموکراسی سکولار به این آینده نگاه میکنن. تا اونجایی که با بسیاری از این افکار برخورد کردم، در اصل اینکه مردم ایران بایستی تعیین کننده سرنوشت خود باشند، هیچ بحثی رو من نشنیدم که بر علیه این مطرح شده باشد. من فکر نمی کنم که پس از 24 سال بحث، گفتگو، مقاله نویسی، بررسی مسائل و عنوان کردن عقاید، کسی مونده باشه که همچنان به اصل این روند اعتراض داشته باشه. اما سوالاتی پیش میاد: چگونه، با کی، با چی، با چه تشکلی، بر اساس چه توافقهایی؟ این است بحث اصلی که اگر مطرح باشد و مربوط به موضوع باشد جا داره بیشتر بهش بپردازیم. تفاوت اینجاست که در مقابل ضرورت زمانی، در مقابل این آمادگی که در کشور ما امروز هست، با توجه به خواسته ای که این هممیهنانمون از ته زندان فریاد به ما میزنن که کجایید شماها که در اون آزادی میتوانید حامی و راهنمای ما باشید، به چی دارید میپردازید امروز؟ چه روشی رو ارائه میدید؟ چه آینده ای رو برای ما میبینید؟ چگونه میتوانیم به آن برسیم؟ کجا هستند نخبگان ما که متخصصین بازسازی هستند؟ کجا هستند حقوقدانان ما که میتوانند پیش بینی های قانونی آینده رو بکنند؟ کجا هستند رهبران سیاسی و تشکیلاتی که امروز جا دارد با هم متحد باشند برای رسیدن به این هدف؟ کجا هستند نویسندگان، روزنامه نگاران، کسانی که رو افکار عمومی اثر دارند تا در این راستا همسویی و همکاری را تبلیغ بکنند؟ کجا هستند که اولویت ها رو یادآور بشن؟
مون بندازن که تا زمانی که مملکتی نداریم، تا زمانی که امنیتی نداریم، تا زمانی که حکومت قانونی نداریم، تا زمانی که مردم خودمون در سنوش خودشون دست ندارن، کدوم بحث دیگری، کدوم دعوای دیگری، کدوم مبارزه دیگری هست که اهمیت بیشتر از اون میتونه داشته باشه؟ تلاش من بر اولویت ها بوده زمنان، تلاش من فراهم کردن زمینه این همسوی بوده همیشه، تلاش من هیچ وقت این نبوده که بخوایم از قبل چیزی از قبل تعیین شده رو به مردم ایران تحمیل بکنیم، بلکه فرصتی رو براشون ایجاد بکنیم تا مراجعه به این حق انتخاب و تعیین سرنوشت رو برای خود پیدا بکنن. و همینطور که میبینید واقعا خوشحال هستم از این که چیزی که بهش باور داشتم و ایمان داشتم امروز در داخل ایران مطرح هست. صحبت از مبارزه به دور از خشونت، صحبت از مبارزه به طریق نافرمانی مدنی، از طریق تحریم سیاسی، رسیدن به مرحله انتخابات آزاد و رفراندوم به عنوان راه تعیین کننده سرنوشت. و خوشحال هستم که این خواستا امروز در داخل ایران بیشتر و بیشتر میشنویم. اما همچنان بعضی اقدامات انجام نشده که باز به آن بپردازیم. و من در از این ماه‌ها و هفته‌ها همطور که بعضی از شما اطلاع دارید در سفرهای مختلف در اروپا، در امریکا و جاهای دیگر سعی کردم همینطور در دنبال این تلاش‌ها زمینه این وفاق، زمینه این همکاری، این همسویی را ایجاد بکنم و با افراد متعدد و متفکرین مختلف، با افراد تشکیلاتی مختلف، با نمایندگان قوم‌ها، مذاهب، گروه‌ها، احزاب، تیرهای مختلف صحبت کردم و خوشحالم بهتون بگم که هرچی زمان میگذره این نیاز به همکاری، نیاز به همسویی، نظام به ائتلاف رو بیشتر و بیشتر احساس میکنم. اما خیلی مباحث هست که باید روشن‌تر بشه، خیلی جزئیات هست که باید مشخص‌تر بیان بشه و اینجاست که امیدوار هستم برخورد با مسائل چگونگی پیاده کردن این کار بحث روز ما باشه. در خاتمه میخوام بگم امروز زمان تاریخ نویسی نیست، بلکه زمان تاریخ سازی است. این بر ماست که بیایم و کاری بکنیم که تاریخ نویسان آینده که قاضیان اقدامات امروزی ما خواهند بود بگویند که ما به عنوان یک ملت بیدار و مسئول به مسئولیت اولیه‌مون در حفظ آزادی کشورمون کوتاهی نکرد. این است حاصل اصلی این فعالیت ها و هدفی که باید داشته باشیم. به هر حال من به سهم خود مطمئن باشید که این تعهد، این پیمان، این میثاق رو با همیهنانم دارم و خواهم داشت. با امیدوار هستم که سایرین نیز که به این ندا آمادگی پاسخ دادن را دارند به سهم خود کوشا باشند تا ما هرچه زودتر زمینه این آزادی را در مملکت عزیزمان پایگذاری بکنیم. با سپاس و تشکر در اختیار شما هستم برای سوالاتی که داشتید. اخیراً یک متنی به عنوان میثاق از طرف شما بازده شما منتشر شده که پرسش‌های زیادی رو در خارج از کشور و به ویژه در داخل کشور ایجاد کرده. پرسش اصلی این است که چه نیازی بود به این میثاق در این لحظه در موقعیتی که شما همه حرفات خودتون رو زده بودید، مبادی خودتون رو روشن کرده بودید و باید هر چیز به آرامی و به خوبی پیش میرفت، در حالی که در این میثاق اولا طرفداران پادشاهی رو در مورد موضع ناراحت کننده قرار داده، برای اینکه پاره مواد این میثاق مثل آنچه که تداوم پادشاهی مشروطه رو برای اولین بار به نوع جدیدی یعنی نوع انتخابی اون مکول کرده و بعد همین که در همین تاریخ نویسی رو که شما میفرمایید باز کرده، ما الان شاهدیم که کسانی که بیشتر به نظر میرسه مخاطب این میثاق بودن مشغول تاریخ نویسی شدن به شدت. سوال این است که چه لزومی داشت در این موقعیت انتشار این میثاق؟ به نظر من یک تاکید مجددی است بر اولویت ها، به کجا میخواهیم بریم و همونطوری که در آغاز به شما گفتم بسیاری مسائل بجا مطرح هست برای بعضی گرایش ها، به خصوص وقتی که صحبت از مسائل آینده کشور میکنیم در قالب دسانترالیزاسیون حکومت، خودگردانی محلی، آزادی زبان ها، کنسپت هایی مثل مثلا فدرالیسم که الان مطرح هست و خیلی نمونه های از این قبیل.
که کار من نیست که وارد جزئیات بشم یا بخوام شهر تمام جنبه‌های قانونی که باعث تی بشه رو مطرح کنم، اما اینا بحث‌های واقعی است که هست. اگه ما بخوایم در یک مجموعه کار بکنیم که حد اکثر همسویی و همکاری رو نه فقط بر اساس یک شعار و یک ایده کلی، بلکه با یک شکل ملموس‌تری از که به چه شکلی میتونیم به اونجا برسیم، تا تضمین هایی که همه یک علامت سوال بزرگ رو همیشه در مقابل خودشون دارن رو به دست بیارن، وارد این بحث اساسی کرده باشیم. در عقیده من این نکاتی که در اونجا به برخیش اشاره کردم جزء نکات بارزی است که برای بعضی گروه ها یا بعضی جریانات به هر حال مطرح هست و توقع این گرایش ها این بوده که راجع به این مسئله یک نوع مسئله مشخصتری بیان بشه، نه اینکه فکر کنید من نسخه پیچی میکنم یا من راهو میخوام نشون بدم، نه، اینا بحثایی است که بس بهش پرداخت. چه تضمین هایی رو جامعه در آینده میخواد داشته باشه که به این اصول برسیم، این مسئله نیست که من اینجا پشت این میکروفون برای شما بگم، اما جزء بحث های واقعی است. اگر صحبت این هستش که کاری بکنیم در آینده که برسیم به جایی که اگر در گذشته هایمان اشتباهاتی بود یا کمبودهایی بود یا خسارت هایی از نظر عملکرد غلط برخی از حکومت ها انجام شد و دوچار یک گرفتاری های شده بودیم، چگونه میشه جلوی این رو در آینده گرفت؟ چگونه میشه زمینه این کار رو پیش بینی کرد؟ چجوری میشه در متن قانون وارد کرد؟ به چه شکلی اینا رو باید پیش بینی کرد؟ و یه بحثی است که به نظر من بحث واقعی است. البته نباید فراموش کرد که اولویت در کجاست، اما نمیتوان ضمناً منکر این بود که اینا جزء بحث اصولی است. تفاوت اینجاست که من گفتم تمام این سوالات رو از شخص من نکنید، من هم به سهم خود صاحب نظر و اندیشه هستم و نظر خودم رو بیان میکنم، اما نه تحمیل. اگر نظری دارم راجع به شکل حکومت آینده بهتون میگم. چرا؟ برای اینکه من فکر میکنم اساس تفکر من اساس حاکمیت مردم هست. هیچ چیزی بالاتر از حاکمیت مردم نمیتونه باشه. هیچ حکومتی، هیچ شکلی، هیچ نظامی نمیتونه بدون اون مسئله مشروعیت واقعی مردمی داشته باشه، در هر شکلی که میخواد باشه. و میشه همطور که گفتم در میثاق تدابیر رو پیش بینی کرد که جامعه همیشه بدونه که در هر لحظه کوچکترین خدشه به اساس حاکمیتش وارد نشده. حالا این بحث حقوقی است، بحث قانون اساسی است، بحث خیلی مسائل دیگری است که یک جنبه موازی و پارالل داره به اصل کار ما، ولی مسلما نبایستی که این بحثایی که به هر حال مطرح هست تحت شعاع قرار بده کار اصلیمون رو امروز. من نمیخوام بگم که باید به این حساسیت ها بیتوجه بود، باید بود، اما در حد معقولش. ولی ضمناً فراموش نکنیم که کار اصلی ما امروز چیست. اما برای به وجود اومدن چنین همسویی، برای پیدا شدن راهکارهایی که بچه اشتراک همگیست، برای قبول کردن این که ما اگه وارد مثلا مرحله انتخابات میخوایم بشیم یا مسئله رفراندوم میشیم به چه شکلی خواهد بود، چه سلسله مراحلی رو باید طی بشه، چه برنامه‌ای در این مورد هست، وظیفه اون حکومت موقتی که باید بیاد پس از سقوط نظام مملکت رو اداره بکنه و زمینه این کار انجام بده به چه شکلی خواهد بود، چه جناح و نیروی سیاسی در کار خواهند بود، به چه شکلی باید کارشون رو ارائه بدن، به چه شکلی در این رفراندوم شرکت خواهند کرد، خود رفراندوم به چه شکلی انجام خواهد شد، چه سوالایی تر خواهد شد، چه مدل خواهی به مردم ارائه خواهد شد تا دانسته این بار رأی بدن، نه مثل 24 سال پیش که یه نفر با مسلسل پشت یک بشکه وایساد و یک کاغذ قرمز و سبز بس مینداختین جمهوری اسلامی آری یا نه، و این جور مسائل. اینا بحث‌های واقعی است که جا داره اون بیرون مطرح بشه تا نحوه این تشکل به همسویی به وجود بیاد. اینا بحث‌های واقعی است که در این جناح‌ها هست. این بحث باید مطرح باشه تا ما برسیم به مرحله حل کردن این مسائل برای رسیدن به توافق در مشارکت. اگر اعتقاد داریم به ضرورت و اهمیت این که هر چقدر متشکل‌تر باشیم و با یک صدایی بیشتر انجام بدیم، کارمون بسیار موثرتر پیش خواهد رفت. در حال اینها انگیزه های من بود در بیان این مسائل و امیدوار هستم که پرداخت صحیح به این نکات و هر نکته دیگری که دوستان داشته باشند به عنوان یک بحث پیشنهادی، به عنوان یک مطرح شدن به اندیشه من، چیزهایی که باید مطرح بشه که مربوط هست به این آینده در مقابل چیزهایی که بحث های آکادمیک یا بحث های تاریخی است اما الزاما نامربوط هست به کارهایی که الان باید انجام بدیم در آینده، لااقل این توجه رو به اون نکات بیشتر جلب کرده باشه. جمهوری
شاهزاده رضا پهلوی در سفر اروپاییتون طبق خبرهایی که ما دریافت کردیم با بسیاری از شخصیت‌های اروپایی ملاقات کردید، از جمله با رئیس سنای فرانسه. می‌خواستم در ارتباط با این شیوه در واقع مذاکرات اروپا، اتحاد اروپا با جمهوری اسلامی، در این باب حتما با اونها صحبت کردیم، ببینم باستاد اونها چه بوده و در واقع الان اروپا در چه فازی از این نقطه نظرها نسبت به جمهوری اسلامی قرار داره. نکته عمده که به خصوص در ارتباط با دول اروپایی مطرح شد این بود که اهمیت موضوع رو در این مورد کاملا درک بکنن که هر نوع برقراری رابطه با حکومت فعلی به خصوص در ارتباط با مسئله بازرگانی و تجارتی باید دارای یک پیش شرط باشه و پیش شرط اصلی ما رعایت مسئله مربوط به حقوق بشر و آزادی های سیاسی است. همطور که میدونید پریروز یا سه روز پیش بود که یکی از رهبران نظام عنوان کرده بود که جامعه اروپایی حق نداره برای ما پیش شرطی رو مطرح بکنه، اگه قرار یک به اصطلاح دیالوگی باشه داره هیچ پیش شرطی نیست. اشتباه جمهوری اسلامی در همین جاست. 24 سال اینها دنیا رو به اصطلاح بلک میل خواستن بکنن و وادار بکنن که بازی رو طبق میل خودشون انجام بشه. به نظر من این حکومتی که کاملا دستش بر جهانیان رو شده، در ضدیت با حقوق بشر، در ضدیت با آزادی، به عنوان حکومت طرفدار تروریسم و پروروندن تمام مسائل رادیکال، در موقعیتی نیست که بخواد به دنیای آزاد و متمدن که قوانین بین‌المللی و جهانی رو رعایت میکنه به اونها دیکته بکنن که شرط چیست. درست به عکس، و خواسته مردم ایران این هست. چطور ممکن هست تا زمانی که این همه زندانی سیاسی در مملکت هست، این همه نشریه در مملکت تعطیل هست، حتی یک حزب سیاسی حق فعالیت آزاد به عنوان حزب مخالف نداره و با وضعیتی که میبینیم از سنگسار و اعدامها و کشتارهایی که در مملکت هر روز هست، در چنین شرایطی بشه توجیه کرد که تا موقعی که این اقدامات تموم نشه جایی برای گفتگو و مباحثه باشه. اگر تا دیروز جامعه اروپایی به دلایل منافع کوتاه مدت اقتصادی خودش شاید مسائل انسانی رو در ایران فراموش میکرد، اگر سالهایی که بسیاری از مبارزین ایران در خارج از مرز دونه دونه ترور شدن و بعضی از این حکومت‌های خارجی برای حفظ روابط دیپلماتیک یا منافع اقتصادی خودشون به اصطلاح عامیانه خودمون زیرسیبیلی در کردند و صداشو در نیاوردند و حتی قاتلین رو یک جوری به شکل ماسمالی شده رد کردند و برگردوندند، همطور که شاهپور بختیار رو همه یادمون میاد یا قاسم روها یا دیگران، این بار داستان چیز دیگریست. این بار دنیا فهمیده که ما نمیتونیم در آن واحد در دنیا آزادی، امنیت، صلح و رفاه جهانی رو داشته باشیم زمانی که حکومت هایی هستند که دائم تربیت کننده تروریست هستند، حامیان تروریسم، حامیان توسعه اسلحه کشتار جمعی و خیلی مسائل دیگر. در جمهوری اسلامی دستش کاملا بر جهانیان رو شده به عنوان یک نظام و اینجاست که دنیا روز به روز تفاوت بین مردم ایران رو با این حکومت داره تشخیص میده و مضاف بر این تشخیص اقداماتی رو انجام میده که گویا این هست که ما به هر قیمتی دیگه حاضر نیستیم با یک حکومتی معامله بکنیم. این حساسیت رو من سعی کردم به سهم خود بیشتر و بیشتر برانگیزم در برخوردهایی که با شخصیت‌های سیاسی و قانونگذاران این کشورها داشتم، چه در امریکا، چه در انگلیس، چه در فرانسه و چه کشورهای دیگر، و خوشحالم که مقداری از این موضع‌گیری‌ها مشخص‌تر شده، مقداری از این تأکیدها و شرط‌ها به صورت بسیار روشن‌تر از گذشته داره بیان میشه و طبعا نباید توقعی غیر از این داشته باشیم که نظام حاکم بر ایران معترض این مسئله باشه، اما به نظر من این کاملا گویاست که کفه ترازو امروز داره به سمت خواستای مردم و خواستما میگرده. بایستی همچنان تشویق کرد جهانیان رو که درک کنن چقدر برای مردم ایران مؤثر خواهد بود که بدانن که دنیای آزاد، دنیای مدعی آزادی و حقوق بشر پشت به مردم ایران نکرده و حاضر نیست منافع انسانی رو زیر پا بذاره به خاطر منافع اقتصادی.
و امیدوار هستم که این روند ادامه داشته باشه و حتی بیشتر تقویت بشه. و جا دارد در این مورد به خصوص تاکید کنم به هم میهنانم که شما نیز به سهم خودتون تشویق کننده این مسئله باشید. اگر افکار عمومی جهان مهم هست، در تصمیم گیری بسیاری از دولت‌ها و سیاست خارجیشون مسلم بدونید که در این مورد افکار عمومی جهان تأثیر بسزایی خواهند داشت در سیاست دولت‌هاشون، وقتی که بدانن که تا چه حد این مسئله برای مردم ایران مطرح و مهم هست. و چه بهتر که این صدا رو هر چه بیشتر به سهم خودمون بیاریم. فکر کنم بهتر از میکروفون استفاده کنید که شاهزاده رضا پهلوی، خواهش میکنم که به این سوال من پاسخ بفرمایید که فقط اگر به 7-8 ماه گذشته برگردیم نه بیشتر، فعالیت های مستمر جناب عالی چه در داخل، پیام های متعدد، سفرهای متعدد و چه فعالیتاتون در خارج از کشور، واقعیت این هستش که یک فاصله بسیاری بین شما و سایر فعالان سیاسی جامعه‌مون و گروه هایی که موجود هستن و افرادی که رهبران بعضی از گروه هایی بودن که اسمشون مشخص هست ایجاد کرد. در حال حاضر شاید به همین دلیل ما اونها رو خاموش میبینیم. نمیخوام اسم بیارم، ولی چند تری بودن که بسیار شناخته شده بودن، مرتب در رسانه ها مصاحبه و گفتگو داشتن، اعلامیه های صادر میکردن، ولی به خاطر همین که یک دفعه شما رو در فاصله کوتاهی خیلی جلوتر پیدا کردن، این حالت، این سه حالتی که بعد الان اسم میبرم بهشون دست داده و من میخوام خواهش کنم شما بفهمید که کدام یکی از اینا هست. شاید هم هر سه. آیا مایوس شدن از فعالیت خودشون؟ آیا منتظر هستن که شما پیشنهاد خاصی بهشون بدید خصوصی و مستقیما؟ و آیا مخالفن؟ و اگر مخالفن چرا مخالفتشون اقلا اعلام نمیکنن؟ خب این سوالو بس از خودتون بپرسید نه از من. همه فراموش نکنیم که موضوع چیه. تمام مسائلی هستش که پاسخ بس بدیم به مردم ایران. من تمام هم و ذکر و وقت و مشغولیتم به این هستش که پاسخگوی خواسته هممیهنانم باشم در داخل کشور. چه میخواهند؟ به چه چیزی نیازمندن؟ به خصوص فعالین و تشکیلاتی که از نظر صنفی یا گروه بندی های دیگر محتاج همه گونه حمایت و کمک و راهنمایی هستند. این وظیفه اولیه ماست. اگر هر کدوم از این افراد که من هم اسم نخواهم برد یا تشکیلاتی که من هم اسم نخواهم برد اما خودشون میدانن کی هستن و چی هستن، در وهله اول صرف نظر از این که بتونن با هم همکاری داشته باشن یا نداشته باشن، لااقل پاسخگوی این خواسته جامعه باشن، این خودش یه قدم مثبتی. حالا چه میکنند، چه برنامه‌ای دارن، به چه شکلی ارائه میدن، اون رو بس از خودشون بپرسید و فکر میکنم جا داره که همیهنانمون زیر سوال ببرن متفکرین، مسئولین سیاسی یا افرادی که به اصطلاح عهده‌دار این کار هستن، که خیلی خوب ما میخوایم درک بکنیم که در چه قسمتی از کار فعالیتاتون در این راستا مفید هست. من باز تاکید میکنم رو اهمیت این هم بفرمایید. عرض کنم بزرگم که آیت الله منتظری که آزادی غیر مترقبه ایشون کمی هم چشمگیر و هم تعجب آور برای عده بود، برخلاف اون چیزی که گفته میشد که کسالت دارن و به این علت آزاد میشن، نشون دادن که حالشون بد نیست و خیلی زود وارد فعالیت‌های سیاسی شدن، خیلی تند و اطلاعیه‌ای تند و برخوردهای شدید با گروه هیئت مدرسین قوم و اینها. اگر یک گروهی هم که دیدار ایشون رفته بودن از روحانیون روشنفکر و مترقی در ارتباط با وضعیت خودشون مورد انتقاد دولت قرار گرفتن، آیا این گروه از روحانیون در واقع نوگرا و مخالف جمهوری اسلامی می توانند کمکی به فعالیت های شما باشند یا اینکه صد راه هستند؟ ببینید، من فکر کنم در تصویر اصلی که نگاه بکنیم، بیشتر و بیشتر چهره های روحانی مملکت، چه کسانی که از اول مخالف این شکل نظام بودند، چه کسانی که پایه‌گذار این نظام بودند ولی بعدها متوجه شدند که در اثر مداخله مستقیم مذهب در امر حکومت، گذشته از اینکه به مردم مملکت و به منافع ملی مملکت ضرر خورده، به خود مذهب و به خود روحانیت ضرر خورده، روز به روز این خطر رو جدی‌تر احساس می‌کنم. بنابراین تعجب نمی‌کنم که هر چی زمان بگذره بیشتر این چهره های روحانی من جمله افرادی مثل آیت الله منتظری متوجه این عصر شدن که امروز مسئله دیگر اینقدر نیست که
از تز حکومت اسلامی و دین سالاری به اصطلاح مردم سالاری دینی صحبت بشه، بلکه اساس مذهب داره تضعیف میشه در مملکت. مردم دارن رو برمیگردونن از مذهب، خودشون شکایت میکنن از خالی بودن مساجد، خودشون از اینکه مردم دیگه شرکت نمی کنن. همین اخیراً یکی از روزنامه‌های معتبر امریکا اگر اشتباه نکنم نیویورک تایمز بود، در مقالهش میگفتش که با وجودی که همه میدونیم این حکومت به چه شکلی مردم رو به خیابون میکشه و با تراکتور و کامیون و اتوبوس و به هر حال به هر انگیزه آدم رو میندازه برای تظاهرات، اینقدر تعداد افراد کم هستن به زحمت، این علامت چیست؟ علامت از بین رفتن مشروعیت. و امروز در ایران مسئله این هستش که حکومت مشروعیت سیاسیش که سهل، مشروعیت مذهبیش هم از دست داده. اینها همش واقعیت هاییست که امروز بهش برخورد کردیم. بنابراین من فکر میکنم که از دید کلی که نگاه بکنیم، مسلم بایستی این فرض رو کرد و ماورای فرض به عنوان یک داده ملموس این رو درک بکنیم که چهره های روحانی کشور ما، افرادی که نماینده مذهبی ما هستند، لااقل در قالب اسلام تشیع امروز کاملا واقف به این مسئله شدن. بگذاریم از یک عده معدودی که در قدرت هستند، منافعشون اینطور ایجاب میکنه و به هر شکلی قادر نخواهم بود حتی اگر به این باور برسن که اعتراف بکنن به این که چیزی که ما امروز میگوییم حقیقت داره. برعکس خواهم گفت که تمام کسانی که صحبت از سکولاریته میکنن ضدیت با دین دارن یا از این جور مسائل، در صورتی که همگی ما میدونیم که اتفاقا جدای دین از حکومت گذشته از این که یک پیش شرط اساسی برای دموکراسی هست، ضمناً متضمن مقبولیت، مشروعیت و حرمت مذاهب خواهد بود. کما این که به عنوان آخرین نمونش بگم، در تمام کشورهای سکولار جهان مذاهب نه تنها تضعیف نشدن بلکه تقویت شدن. تو همین امریکاییش که حکومت جمهوری اسلامی هر نماز جمعه صحبت از شیطان بزرگ میکنن، مذهب اسلام یکی از سریع‌ترین مذاهب در حال رشد هست، اما در کشور خودمون تحت لوای حکومت به اصطلاح اسلامی از هر زمانی ضعیف‌تر. دلیلش خیلی ساده است. سوال من بسیار کوتاه است ولی شاید پر اهمیت، و اون با توجه به اینکه اون نامه بسیار پر اهمیت جناب عالی رو 26 دسامبر رو که 2002 به رئیس جمهوری آمریکا نوشتید و البته بازتابش رو از طریق صحبت‌های اخیرشون به خصوص آخرین صحبتشون برای حمایت و پشتیبانی مردم ایران به وضوح دیدیم طبیعتاً، و خب این اثراتی میتونست باشه از اون نامه هم، اما آیا به طور مستقیم هم شما جواب گرفتید شاهزاده؟ نه خیر، ولی فکر میکنم که پاسخی که میشه گفت حساسیت نسبت به خواسته های مردم ایران رو که خیلی از همیانانمون توقع دارن از حکومت های جهانی علی خصوص امریکا، با توجه به آخرین سخنرانی ایشون به عنوان State of the Union که همین هفته پیش برگزار شد، دیدیم که در قسمت خاصی از اون سخنرانی به شکل بسیار مشخص و از هر زمانی روشنتر مواضع دولت این مملکت رو در ابراز همسویی و حمایت از خواسته مردم ایران در حق تعیین سرنوشت خودشون و آزادی‌های سیاسیشون بیان کرد. به نظر من این بهترین جوابی است که میتوان گرفت و فکر میکنم غیر مستقیم پاسخگوی اون نامه هم هست.